نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی روز سه‌شنبه 11 رجب سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی در این نشست در رابطه با جایگاه و مرتبت معصومین علیهم السلام فرمودند: 14 معصوم علیهم السلام در همه چیز با یکدیگر یکسان هستند، مگر در دو چیز. اول نبوت که خاص پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است و اگرچه جبرئیل بر حضرت زهرا سلام الله علیها نازل می شد و بر امیر المؤمنین صلوات الله علیه هم نازل می شد و بر امام حسن عسکری علیه السلام هم نازل می شد، اما نزول او به عنوان وحی و نبوت بر ایشان نبوده، لذا نبوت خاص پیامبر اکرم بوده و 13 معصوم دیگر نبوت ندارد. معظم الله در رابطه با تفاوت دوم معصومین علیهم السلام فرمودند: فرق دوم این بزرگواران درجات ایشان است که پیامبر اکرم از 13 معصوم دیگر افضل هستند و امیرالمؤمنین از 12 معصوم دیگر افضل هستند و حضرت زهرا از 11 معصوم دیگر هفت افضل هستند و امام حسن مجتبی از 10 معصوم دیگر افضل هستند و امام حسین هم از 9 معصوم دیگر افضل هستند و هاکذا. در روایت آمده که امام زمان سلام الله علیه از 8 پدر خود افضل هستند، لذا فرق میان معصومین علیهم السلام فقط در این دو جهت است. ایشان در ادامه فرمودند: از مجموع روایاتی که انسان ملاحظه می کند چنین برداشت می شود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند که هیچ علمی وجود ندارد که پروردگار عالم به من آموخته باشد و من آن علم را به علی علیه السلام نیاموخته باشم. آیت الله العظمی شیرازی همچنین تأکید فرمودند: در روایات دیگر هم آمده که امیرالمؤمنین علیه السلام آنچه را که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آموخته بودند به امام حسن و امام حسین سلام الله علیهما منتقل کردند و این علم نیز به سایر ائمه اطهار علیهما السلام منتقل شده، لذا 14 معصوم در علم و دانش نیز همگی یکسان هستند. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. ولذا من مجموع الروايات استفاد أن المعصومين 14 علمهم سواء كلهم، فقط الفرق فرقان، فرق بين رسول الله صلى الله عليه وآله والمعصومين 13 أن رسول الله نبي أولئك ليسوا بأنبياء. الثاني درجاتهم مختلفة، علي وفاطمة عليهما السلام أفضل من الأئمة 11 وهكذا، وإلا في كل شيء كلهم سواء. شوفوا الصور في باب أكو في البحار الأنوار للعلامة المجلسي أو أكثر من باب، هذه الروايات مذكورة فيه، علمهم سواء.